سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران، منطقه و آنچرا که در عرصه بین المللی مربوط می شود به ایران و مردم ایران. در عرصه داخلی، فراخوانی مهدی هاشمی به دادگاه از موضوعات روز در عرصه سیاسی حکومت فقیه است. چرا آنچه را که مربوط به مهدی هاشمی می شود به طور علنی مطرح نمی کنند؟ چرا دادگاه او به طور علنی برگزار نمی شود؟ و اختلاف میان دو جناح تشکیل دهنده حکومت ایران، میان جناح تندروها و کسانی که به اصطلاح اصلاح طلب خوانده می شود. در عرصه منطقه نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادها در عراق، به ویژه در کردستان عراق، و آنچه که بر سر گروه‌های یا کردهای غیر مسلمان آمده است. مسئولیت دولت مسعود بارزانی در برابر حفاظت از جان کردهای ایزدی. چرا دولت مسعود بارزانی در این زمینه سهل‌انگاری کرده است؟ و در عرصه بین المللی نگاهی می‌اندازیم به آخرین واکنش‌های 5 به اضافه 1 در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی. با من و شما هستند خانم اختر قاسمی، روزنامه نگار و عکاس روزنامه نگاری در کل آلمان، و در استودیو آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر سیاسی و طبعا پزشکی حاضر، که در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب، هرچند در ایران و بسیار دیگه از کشورهای منطقه بانوان رو از کنم به خانه ها میفرستند، در ایران تفکیک جنسیتی و همه اینها، اما تا جان هست بانوان همچنان مقدم هستند. به شما خیر مقدم میگیم خانم اختر قاسمی گرامی. درود بر شما آقای چلنگی عزیز، خیلی متشکرم از دعوتتون. به شما و همه بینندگان شما سلام عرض میکنم، همچنین به مهمان عزیز برنامه آقای دکتر دوشوکی. ممنونم از شما. خانم اختر قاسمی، چهره و نامی آشنا برای شما هستن، پیشتر نیز در برنامه تفسیر خبر با ما بودند، دارای سابقه روزنامه نگاری بیش از 2 دهه هستند، در زمینه عکاسی مطبوعات نیز فعالیت دارند، گزارش های مستندی طی این سالها تهیه کرده و منتشر کردن با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران و نیز رسانه های آلمانی زبان، همکاری های طولانی و گسترده ای داشتند و آثار ایشون در بسیاری از رسانه های فارسی منتشر شده و نیز از فارسی به زبان های دیگر، و در کنفرانس ها و سمینار های مختلفی همواره شرکت داشتند و از تشریح کنندگان حقوق مردم ایران به ویژه زنان ایران بودند و از مدافعان حقوق مردم ایران و به ویژه زنان ایران بودند. بیوگرافی ایشون طولانی است و وقت برنامه ما متاسفانه کم.
سلام میگیم آقای دکتر دوشوکی گرامی. منم خدمت شما و بینندگان شما و بخصوص مهمان گرامی خانم قاسمی سلام عرض میکنم. سلام آقای دوشوکی، بزنید از همینجا آغاز بکنیم، پیش از اینکه نگن تعصب به خرج دادن از بانوان در این مورد نظر کمویش مشخص است. ببینید ترتر تفکیک جنسیتی رو که در ایران الان به اجرا گذاشتن، چرا صدای بلندی از مردان ایرانی شنیده نمیشه؟ در شهرداری و جاهای دیگه همچین تری رو به اجرا گذاشتن. تفسیر شما رو میشنم. سکوت مردان ایرانی علامت موافقت نیست؟ هم بلی و هم نه. علتش هم اینه که اگه ما نگاه کنیم در بین زنان موفق در ایران، اولا یکی از شاخصهای موفقیت که در کشور ما کنکور داریم، یعنی کنکور به دور از هر گونه تعصب یا دخالتی هست. وقتی کنکور اجرا میشه بیش از 60% دانشگاهی ها که به دانشگاه قبول میشن زنان هستن. پس این نشون داده میشه که زنان در ایران برتر از مردان هستن. این یک. دوم اگه نگاه کنیم حتی اون زنانی که موفق بودند در عرصه بین‌المللی، یعنی خارج از اون فقه سنتی یا اسلام فقاهتی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده، تنها ایرانی که از این کره زمین بیرون رفت و به فضا رفت کی بود؟ یک زن بود، خانم انصاری. تنها ایرانی که تونست در سطح بین‌المللی جایزه نوبل ببره مرد نبود، زن بود، خانم عبادی. تنها ایرانی که تونست بزرگترین جایزه رو به عنوان مثال همین اخیراً جایزه ریاضیات رو ببره یک زن بود، میرزاخانی. خب این نشون میده که در ضمیر ناخودآگاه مردان ایرانی این حقیقت نهفته هست که زنان ایرانی واقعاً شایسته هستند و عملاً برتری خودشون رو نسبت به مردان ایرانی ثابت کردن. خب تعجب آور نیست اگرچه مردان ایرانی مقداری اون به قول آقای قالیباف غیرت دینی یا غیرت وطنی خودشون گل کنه و برای زنان تبعیض قائل بشن. تبعیض کلمه مهمی است، چون اساس و بنیاد سیستم یا حکومت جمهوری اسلامی بر روی تبعیض و نابرابری هست. تبعیضهای مختلف مذهبی، قومی و غیره که ما بارها در موردش صحبت کردیم، اما تبعیض جنسیتی یک مقوله بسیار بزرگی است که در جمهوری اسلامی، اگر همه این فاکتورها رو ما کنار هم بگذاریم، میبینیم که علاوه بر تعصب و واپسگرایی مذهبی نوعی رقابت هم هست. و تا زمانی که مردان ایرانی به این حقیقت دست نیابند که واقعا زنان گذشته از اون تفکرات قدیمی و سنتی، زنان در عمل همان گونه که گفتم ثابت کردند که از مردها برتر هستند و مردها باید به این حقیقت پی ببرند، و من مطمئنم که خانم قاسمی هم با من موافق خواهد بود در این مورد. من یک توضیح رو بدم. نمونه هایی که آقای دکتر دوشوکی گفتن قطعا نمونه های قابل توجهی هست، اما اهمیت آنچه که زنان ایران انجام میدن در عرصه روزمره زندگی ایرانیان هست. مادران ساده‌ای که با هزار خون دل مدیریت خانواده ای رو با تنگ دستی اداره میکنن و فرزندانی رو به سامان میرسونند، و همینطور در عرصه‌های دیگه به هر حال بسیار هستند، بسیار بسیار، که چه در تهران و چه در شهرستان شهرهای دیگه و چه در روستاهای. خانم قاسمی تفسیر شما رو میشنوید در این مورد، چرا هنوز از 23 بهمن ماه تا به امروز روز همچنان حکومت فقیه در ایران با بانوان مشکل داره؟ بله، من ضمن این که حرفای آقای دکتر دوشوکی رو کاملا تایید می کنم و معتقدم که قوانین حاکم بر ایران قوانینی تبعیض آمیز، نه تنها تبعیض آمیز بلکه قوانینی ضد زن، یعنی ما در قوانینی که بر اساس شریعت شکل گرفته، قوانینی که به زن هیچ گونه حق و حقوقی نمیده، و حتی ما دیدیم در مورد هزانت، سرپرستی کودکان هم زنها سالیان جنگیدن تا بتونن در موارد خاصی که اگر شوهرشون مثلا
معتاد بود، ناتوان بود، نمیدونم الکلی بود، یا به هیچ عنوانی صلاحیت نگهداری فرزندان رو نداشته باشه، بتونن فرزندانشون رو تا سنین 2 سال در مورد پسران و یا 7 سال دختران نگهداری بکنن. این قوانین، قوانین اسلامی هست که بر اساس قوانین اسلام شکل گرفته، که متاسفانه تا زمانی که این قوانین بر اساس قوانین مدنی تغییر پیدا نکنه، ما همین روند رو در جامعه خواهیم داشت. شما ببینید در همین چند روز گذشته مجلس ما یک روزش رو اختصاص میده به ساپورت پوشیدن و یا شلوارهای که به شکل جوراب هستن که زنان در ایران استفاده میکنن، یک روز خودش رو در حالی که منطقه به خاک و خون کشیده شده و ما بسیار مسائل مهمتری رو چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی داریم، میبینیم مشکل آقایان حکومتی ما میشه مشکل پوشش زنان. یعنی حتی با این پوششی هم که زنها امروز به شکل اجبار دارن و بیرون میرن، مانتور، روسری و شلوار، حتی این هم راضی نیستن. و همونطوری که خدمتتون گفتم، باید دولت ایران تا زمانی که زنان رو به کار نگیره، پا به پای مردان، که زنان صلاحیت خودشونو در خیلی موارد بیشتر از مردان نشون دادن، با وجود اینکه تمامی فشارها، تبعیضها و اینکه خواهان این نیستن که در خیلی از رشته‌ها و تخصص‌ها زنان شرکت بکنن، می‌بینیم با چنگ و دندون زنها تلاش کردن و در عرصه‌های مختلف ما می‌بینیم برای اولین بار در جهان، همونجوری که آقای یوشوکی گفتن، یک زن به بالاترین جایزه ریاضیات، نوبل ریاضیات رو می‌گیره در جهان، و اون هم یک زن ایرانیه. من نمی‌خوام به شکل به اصطلاح، به قول اصطلاح امروزی‌ها، راسیستی برخورد بکنم. من فقط این نکته رو می‌خوام اشاره بکنم که زنان ایرانی هم همانند دیگر زنان جهان، زنان امریکا، آلمان، این درک، این شعور و عقل و فهم رو دارن که در زمینه‌های مختلف، ریاضی، علم، دانش، سیاست و همه عرصه‌های اجتماعی فرهنگی، پا به پای مردان پیش برن. و تا زمانی که جامعه این مسئله رو درک نکنه، امکان نداره که زنان که نیمی از جامعه هستن تا به کار گرفته نشن پا به پای مردان، ما هیچ وقت جامعه موفق و سالمی را نخواهیم داشت. کما اینکه در جوامع غربی می‌بینیم که حضور زنها چقدر تأثیر داشته در رشد و گسترش این جوامع، چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و غیره. آقای دوشو، که ببینید، ما همواره سعی کردیم که برای نکته است، مثلا خانم عبادی یا بقیه که شما مثال زدید، خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل هست، صلح نوبل هست، برای برخی از بینندگان که احتمالا در جریان نیستن بگم که خانم عبادی اولین بانوی هستش که در پیش از انقلاب تونست به مقام قضاوت برسه، یعنی قاضی بشه مثل تمام مردم. بعد از انقلاب خب میدونیم حق قضاوت از زنان لغو شد و اون که به جای خود بسیاری از قاضیهای مرد یا وکلای مرد هم به زندان رفتن و هنوز هم در زندان هستن متاسفانه. اما خب به دلایل شخصی خودشون هست، خانم عبادی تا سالیان هم حتی از روند اوضاع در حکومت ایران در برابر گذشته دفاع میکردن، این حق طبیعی خود خانم عبادی است. یا بقیه بانوانی که شما مثال زدید و قابل احترام آقای دوشوکی عزیز، اگر این پرسش مطرح بشه که این چجور جامعه است که یک طرفش به این شکل هست، ما الان بازیگر سینما داریم در سطح بسیار خوب،
هم خانم شهره آقداشتو و هم بازیگران زن دیگه ای در سینما بیرون از ایران. اگر پرسیده بشه که این چه جامعه است که یک سرش چنین زنان و دخترانی هست و نمونه های بسیار بسیار زیادی است، خود سرکار خانم قاسمی عکاس روزنامه‌نگار موفق در جامعه آلمانی و بقیه جا، و سر دیگرش مثلا آن چیزی هست که در ایران میبینیم، این تعادل بین اینها اصلا ایشون وجود نداره. این علتش رو شما چه برای یک کسی که ناآشنا است با جامعه ایرانی شرح خواهید داد؟ علتش عدم تعادل در وضعیت زنان ایران. خب علتش رو باید تا حدی برگردیم به 35-6 سال پیش در انقلاب 22 بهمن جستجو کنیم. ببینید در زمان رژیم گذشته واقعیت اینه که خود نظام میخواست که زنان و دختران بیان تحصیل کنند و به همین دلیل یک تحصیلاتی رو گذاشته بود در اون زمان، اما جامعه یک جامعه تقریبا سنتی بود، حداقل در بسیاری از مناطق ایران تا اونجایی که من میدونم زیاد مایل نبودن که دخترانشون بیشتر از مثلا دبستان یا دبیرستان تحصیل کنند. الان جامعه کاملا فرق کرده، الان برعکس شده، یعنی خانواده ها میخواند، خود دختران، خود جامعه میخواد که دختران برن تحصیل کنن، اما حکومت نمیخواد. و این عجب انقلابی بود که ما کردیم و حالا اون بحث جدای خودشو داره. واقعیت اینه که اساس و بنیاد جامعه از منظر جامعه شناسی یا روانشناسی نگاه کنیم، میبینیم از همون ابتدا، یعنی از همون کودکی، از خانواده شروع میشه و کودک که به دنیا میاد تا بزرگ میشه بیشتر با مادر هست. در نتیجه مادر در نقش پرورش یک جامعه و پرورش انسان بسیار نقش مهمی رو داره. اگر یک مادر خودش درس خونده، تحصیل کرده، دانشگاه رفته باشه، امکان نداره، غیر ممکنه بچه اون مادر بی سواد بشه یا اینکه به دانشگاه نره، یعنی یک امر طبیعی هست. و جمهوری اسلامی این رو میدونه. جمهوری اسلامی یعنی جمهوری سیاهی و تباهی، یعنی جمهوری جهل و نادانی. از یک طرف اینها میخواند واقعا جامعه رو در جهل و نادانی و سیاهی نگه دارن و میدونن که اصل و اساس و بنیان اون جامعه از نقش مادر در خونه شروع میشه تا اینکه بچه ها رو به دبستان و دوره متوسط و دبیرستان و دانشگاه میفرستن. به همین دلیل میخواد جلوی این حرکتی رو که یک حرکت بعقیده من روشنگرانه هست در بین قشرهای مختلف جامعه و بخصوص در بین زنان بگیره و جلوی اونها محدودیت‌های مختلفی رو ایجاد کنه که این عشق و علاقه و نیروی محرکه در بین زنان برای تحصیل و فرا گرفتن دانش وجود نداشته باشه. علارغم اینکه بیش از 60% قبول شدگان کنکور و دانشجویان زنان هستن، میبینیم در عرصه کار تبعیضات زیادی بر علیه زنان اهمال میشه. خیلی ساده است، به خاطر اینکه نظر شخصی من اینه که با خصوص با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی و این تباهی و فساد مطلقی رو که در جمهوری اسلامی در زمینهای مختلف میبینیم، به خصوص این اخیراً هم که فردا پس فردا استیزای وزیر آموزش و پرورش میشه فرهنگ، این رانت علمی، یعنی اینها میخوان فقط پسرها و بچه های خودشون حتی اکثر این رانت ها رو چه در دانشگاه ها چه در دهای دیگر استفاده کنن و بخش های وسیعی از جامعه رو از بهایی گرفته تا اقوام، از اهل سنت گرفته و بقیه، اینها رو محروم کنن و در بین اینها بزرگترین گروه که باید محروم بشه گروه زنان هستن که بیش از 50% جامعه رو تشکیل میدن. در نتیجه این تفکر مافیایی آمیخته با این فقه سنتی و تفکرات واپسگرا باعث شده که بخش وسیعی از جامعه رو از صحنه حذف کنن تا تمامی رانت ها و امکانات در اختیار خودشون باشه. خانم قاسمی، شما این عدم تعادل رو در چه میبینید؟ و اینکه نتونستن از آن چرا که میخوان به زنان و دختران ایرانی بل اجبار مثلا تحمیل کنن، یعنی دختران
آمده پس از انقلاب به این جهان، که بسیارم خوش آمدن تمام عزیزان جوانانی که آمدن، هم از دختر و پسر، زیر بار آنچه که حجاب تحمیلی خونده میشه نرفتن. این عدم تعادل رو در جامعه ایرانی به ویژه در مورد زنان شما در چی میبینید؟ ببینید، به نظر من عناصر مختلفی باعث این موضوع شده. یکی این که زن ایرانی تا قبل از انقلاب 57 به هر صورت با توجه به امکانات وسیعی که رژیم گذشته برای زنان فراهم کرده بود و فراخانی که داده بود و از زنان در همه عرصه ها حتی در وزارت استفاده کرده بود، زنان به رشد و آگاهی عمیقی رسیده بودند و اون زنان اون نسل که در واقع کوچکترین نسلش، در میتونم بگم که سن خود من میتونه باشه که در زمان انقلاب 18 ساله بودم، و این زنان یک آموزشی دیدن از یک قوانین مدنی مدرنی، آگاه شده بودن که زن و مرد برابر هست، زن و مرد میتونن پا به پای هم در همه عرصه ها توی جامعه شرکت کنن، تا مقام وزارت و غیره و بالاترین مقام ها، قاضی و وکیل و همه برن. خب طبیعی است که تربیت چنین زنانی به فرزندان خودشون نمیتونه یک تربیت واپسگرا و عقب مانده ای باشه که زن را نصف مرد بدونه و به زن حق و حقوقی نده و حتی حق شهادت نده. بخشیشو من این نوع تربیت مادران و خانواده ها میبینم، بخشیشو به دلیل دنیای ارتباطات وسیعی که ما داریم. یعنی این دنیای ارتباطات، هر چند که جمهوری اسلامی و کشورهای رژیمهای دیکتاتوری دیگه‌ای بخوان مردم رو به دور نگه دارن از حقایق، واقعیت‌ها، اتفاقهایی که توی جهان صورت میگیره، حقوق خودشون و غیره، به هر صورت از طریق این دنیای مدرن ارتباطات و تکنولوژی مردم در جریان قرار میگیرن و میدونن در کجا ایستادن و نمیتونن دیگه به اون شکل فریب بدن. و ما میبینیم که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه تمام امکانات و سرمایه خودشو در اختیار گذاشته، تعداد مساجد رو میدونیم که ده ها برابر در هر شهری شده، رسانه هایی که استفاده کرده بیش از 30 خورده ای رسانه که دولت هزینه‌شون میده، رسانه دولتی، رادیو، غیره، نشریاتی که وجود دارن، با وجود مدارس که حتی حوزه علمیه هم این حق رو به خودش میده که در اونجا آخوندهایی برن و بچه ها رو به اصطلاح تربیت بکنن. با وجود تمام این امکاناتی که به کار میبره جمهوری اسلامی، ولی میبینیم که چطور حتی موفق نمیشه و حتی در خیلی جاها ما بچه‌هایی رو میبینیم که اینجا در خارج از کشور حتی آمدن و بعد از جنبش سبز که میگن به چه صورت حتی اعتقادات مذهبی داشتن، ولی در طی روند کار دیدن که اینها شعارهای دروغی بیش از نیست و برای حفظ منافع و قدرت طلبی خودشونه و به ضد خودش تبدیل شده. و من اینو در واقع به این صورت میبینم که المنت ها و عناصر مختلفی دست به دست هم داده که باعث شده جوانان هوشیار ما، نسل دوم ما، فریب آن چیزی رو که جمهوری اسلامی خواسته نخورن، که روند شما در جنبش سال 1388 دیدیم نتیجه این چیز رو. بله. و آقای چالنگی، تا زمانی که ببینید قوانین جامعه، این میگم با وجودی که قوانین جامعه این اجازه رو به زنان نمیده، قوانین تا زمانی که بر اساس قوانین تمدن انسان نوین امروزی
و بر اساس حقوق برابر و حقوق بشری که منشور حقوق بشری که به اصطلاح زائده تفکر انسان مدرن امروزی است که تمام انسان‌ها را چه از نظر جنسیت، چه از نظر دین و مذهب، چه از نظر اعتقاد، رنگ، پوست همه رو برابر نبینه، تا زمانی که قوانین بر این اساس تغییر نکنه ما جامعه‌ای خواهیم داشت با تنش. امکان نداره که ما جامعه‌ای رو با صلح داشته باشیم. بله، من دو نکته رو فقط بگم. یک نکته این که آقای علم الهدا، احمد علم الهدا، امام دولتی جمعه در مشهد اخیراً حرفی زده بود که ساپورت پوشان، دختران ساپورت پوش، باعث لطمه به اقتصاد کشور شدن. چه ارتباطی داره؟ ایشون توضیح ندادن. از هر اقتصاددانی هم بنده پرسیدم، خود من که صد در رای بردم، همین چهار کلاس اقتصادی رم که خوندم، سعی کردم به کار بگیریم، حرفیشون نفهمیدیم از کسان دیگه پر برام. یکی این نکته، یکی نکته که خانم اختر قاسمی اشاره کردن راجع به وضعیت آموزش، من فرصت رو غنیمت میشمارم برای اینکه از معدود دفعاتی است که ما مسجد سلیمانی ها اکثریت داریم در برنامه. همشهری نازنین من سرکار خانم اختر قاسمی، البته بیادشون نیست، منم بیادم نیست، برای اینکه اما کسان ما در مدارس مختلف، یعنی حدود 80 سال پیش در مسجد سلیمان، 70 و چند سال پیش در واقع، مدرسه مختلط وجود داشت و شهر مثلا مسجد سلیمان نسبت به جمعیتش بالاترین، یکی از دو شهری بود که بالاترین دختران دانش آموز رو داشت بعد از شهر آستار، و هیچ مخالفتی هم با این موضوع در میون اهالی شهر نبود و تمام دختران نازنین شهر همچون پسران نازنین شهر به مدرسه می رفتن می آمدن و مشکلاتی هم نبود، نه روحانیون معدودی که در شهر هم بود مشکلی نداشتن. با شما عزیزان خواهیم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. آقای دوشوکی گرامی، صحبت از اقتصاد شد، یکی از کسانی که به دادگاه فراخوانده شده، محاکماتش در جریان هست و طبق معمول علنی نیست، آقای مهدی هاشمی هست که میدونیم جناح آقای هاشمی رفسنجانی یکی از ستونهای مهم اقتصادی حکومت ولایت هست، جمهوری اسلامی، حکومت فقیه. این محاکمات چرا علنی نمیشه؟ چرا نمیان آقای مهدی هاشمی چنانچه کیف و میل کرده نکرده هرچی کرد درهای دادگاه رو باز کنن، مردم بیان تماشا کنن، پول بالاخره اگه دزدیده شده از سفره مردم هست، از سفره همون مردم مسجد سلیمان هست تا مردم ایلام که امروز دوچار زلزله شدن، یا بقیه مردم ایران، از بچه های کودک های کارتون خواب خیابان های تهران هست تا کودکانی که خرید و فروش میشن در کرمانشاه. چرا نمیان این کارو بکنن؟ ببینید، اگر گرحکم شود که در شهر مست گیرند، باید هر آن که هست گیرند. واقعیت اینه که این جمهوری اسلامی جمهوری نه تنها جهل و جور هست، بلکه جمهوری فساد مطلق هست. و وقتی من این حرف رو میزنم، هر بار که رجوع میکنم به اینترنت، نه صحبت‌ها و ادعاهای اپوزیسیون در خارج نیروهای مخالف، بلکه خود مقامات مسئول و از جمله نمایندگان مجلس، وقتی انسان اینها رو میخونه و نگاه میکنه که چه فساد مطلقی در اون کشور جاری هست، تعجب آوره. و اینی که بگیم مثلا یک گروهی مثل مها فرید خسروی بود یا
آقای شهرام جزایری، بابک زنجانی، از این اسامی زیاد است، یا رضا زراب و غیره. واقعیت اینه که اکثریت اونهایی که، نه من نمیگم همه، ولی اکثریت اونهایی که در این رژیم تا سالیان دراز بودن در این فساد مطلق غرق هستن و بقیده من خانواده رفسنجانی هم مستثنا نیست، چون به هر حال اگرچه خواهر ایشون اعلام میکنه که میخوان انتقام پدر رو از پسر بگیرن، ولی واقعیت اینه که ایشون پرونده های مختلفی در نروژ، در اروپا و در کانادا داره و اونها که نمیخوان، یعنی کانادا و نروژ نمیخوان انتقام پدر رو از پسر بگیرن. در زمانی که پدر ایشون رئیس جمهور بود، واقعا فساد از همون زمانها و قبل از اون آغاز شده بود. در نتیجه مثل بسیاری از پرونده های دیگه که به صورت خصوصی دادگاهشون اجرا میشه، پرونده ایشون هم به همین صورت است. چون اگه قرار ایشون و گفتن اگه قراره که من برم زندان، خب منم بقیه رو افشا میکنم. همین جنگ و دعواهایی که بین دو جناح هست، حالا میخواد در مجلس باشه، در روزنامه ها باشه، یا در یک دادگاه خصوصی و غیر علنی آقای رفسنجانی باشه. به همین دلیل من فقط اجازه میخوام برای چند ثانیه، چون واقعا بسیاری از هموطنان اینو باید بگیم، از سال 1332 تا سال 1357، یعنی 35، در طی 35 سال، 25 سال قبل از انقلاب، تمام درآمد پول نفت ایران 130 میلیارد دلار بود. در دوران آقای رفسنجانی، 8 ساله رفسنجانی، در 8 سال 130 میلیارد دلار بود. در دوره خاتمی 157 میلیارد دلار بود. در دوره آقای احمدی نژاد بیش از 750 میلیارد دلار بود و وضعیت مردم بدتر شد. این پولها کجا رفتن؟ شما اگر به پرونده های فساد نگاه کنید، همه اونهایی که بخشی از این حاکمیت چه در گذشته و چه در حال بودن، در این فساد غرق هستن. خب وقتی غرق هستن و رهبرم بارها گفته که در داخل مسئولین نظام اینو کش ندن، فقط ماها هستیم در خارج که کشش میدیم، ولی واقعیت اینه که این، خیلی عذر میخوام، بوی گندش اینقدر در داخل بلند شده که حتی در مجلس و در روزنامه ها و در وزارتخانه هم نمیتونن جلوشو بگیرن. به همین دلیل خب رژیم حد اکثر تلاش خودشو میکنه که حالا اگه میخواد جلسه استیضاح وزیر باشه، غیر علنی باشه، دادگاه باشه، غیر علنی باشه، چون واقعا تمام دنیا فهمیدن که فساد در این رژیم قوغا میکنه. خب ظاهرن بوی پا در مجلس شورای اسلامی اونقدر زیاد هست که چون این بوهای بوی فساد زیاد شنیده نمیشه یا به مشام نمیرسه. یکی این نکته هست، یکی این که صحبت درآمد نفتی ایران شد، خانم اختر قاسمی خب یکی از مراسمی که برگزار کردن تا این سالها و همیشه صدمون سالگرد کشف نفت در مسجد سلیمان هست که تقریبا در ماه می هست، درسته خانم قاسمی؟ بله 24 ماه می که ما 106مین رو هم پشت سر گذاشتیم. آقای دوشوکی در تکمیل آماری که گفتیم، از سال کشف نفت در مسجد سلیمان و بعد تا سال 32 مبلغ زیادی هم نیست که به اون اضافه بشه، مجموعا میشه در همین حوالی حدود از زمان نفت و انقلاب بهمن 50 هم همین حوالی 130 و چند میلیارد دلار بوده درآمد نفت ایران که اشاره کردن آقای دوشوکی عزیز. اما خانم قاسمی، گفته میشه من بسیاری از کسانی که از ایران میان یا تماس میگیرن یا ما صحبت بعد میکنیم یا گزارش هایی رو که در صفحات حوادث آدم میخونه، روزنامه ها، رسانه های داخل ایران و گزارش های مختلف، هر آن چیزی که میبینین و صحبت های پراکنده کسانی که این ورانور باستاب پیدا میکنه، به نظر میرسه که در جامعه هم متاسفانه یک کمچین سطحی از به قول کوچه و بازار کلاه به کلاه کردن روزمره هست. یعنی مگر نه چطوری میشه یک جامعه ای این همه حکومتش از نظر مالی فاسد باشه و ساکت باشه؟ یعنی گفته میشه که مردم هم یه راههایی برای گذران زندگی اینه که یارو مصالح ساختمانی گرفت تا بقیه مایحتاج مردم رو کلاه به کلاه میکنه، هر کسی دستش برسه گوش اون بغلی رو
حتی المقدور میبره به قول معروف. آیا این درسته نیست؟ چطور؟ که انتخاب ها انتخاب مسئولین بر اساس صلاحیت ها نیست، بر اساس تخصص ها نیست. میبینین ما در رژیم گذشته خیلی از این انقلابیون مذهبی میگفتن که انتقاد به رژیم شاه میکردن که نمیدونم حکومت هزار فامی، ولی ما میبینیم درست برعکس در این رژیم است که تمام اقوام، خانواده های تمام این آیت الله هایی که همه دستندر فامیل های خود خامنه ای گرفته تا جنتی و غیره و زاله، همه اینها شدن دستندرکاران مسئولین اصلی حکومتی. وقتی که شهردار میشه زنش و برادر زنش و پدر زنش رو نمیدونم که توی تمام به اصطلاح به عنوان مسئولین ادارات و غیره به کار میگیره. وقتی که بر اساس تخصص نباشه، وقتی که بر اساس دانایی نباشه، ندانم کاری ها، پول ها حیف و میل میشه، سوء استفاده ها میشه، غیره و زالگ. معلومه که آقای چارلنگی دقیقا این درست است که شما فرمودین. آقای دوشوکه عزیز، ببینید مسئله ایران یکی از کشورهای منطقه هست، از عرصه داخلیش که ما جداشیم به منطقه میریم. وضعیت کردستان، عراق، آخرین خبرها اینه که پس گرفتن سد موصل هست. حالا نه کنترل 100%، ولی ظاهرا نیروهای پیشمرگه کردستان تونستن این منطقه را دست داعش به در بیاره. الان در منطقه ما انواع و اقسام اسلام داریم. نه. از اسلام جبهت النصر بگیریم در سوریه، حوثی‌ها بگیریم در یمن، پیش از اون طالبان، القاعده بگیریم، اسلام ولایت فقیه بگیرید، اسلام داعش بگیرید، اسلام جبهت شام بگیرید و و و و و بوکو حرام. بله؟ بوکو حرام در بوکو حرام داریم، بوکو حلال داریم، انواع و اقسام داریم. بله. من خاورمیانه بیشتر منظورم هست. به اضافه اینکه ما امیر داریم، امیر به معنای به اصطلاح رهبر و مسئول گروه اسلامی هست، البته معنی لغوی شاهزاده هست، منتها منظور در ترهای مذهبیش یعنی رهبر مذهبی یک گروه تلقی میشه. امیر داریم، امام داریم، عرض کنم خدمت خلیفه داریم، کم مونده یه پیغمبری هم ظهور کنه در بین همینا، ادعای پیغمبری هم با. از طرف دیگه ما میبینیم تمام علما یا آنچه که علما خونده میشن هم از سنی و شیعه، صدای بلندی ما شنیده نمیشه علیه اونچه که انجام میشه. خیلی مشخصتر بخوایم بگیم در مورد کردستان، شما ببینید کردهای غیر مسلمان، کردهای ایزدی و مسیحی به تیغ داعش سپرده میشن، اونطور که انگشت اتهام متوجه دولت مسعود بارزانی است. تا زمینه کشتار اونها فراهم میشه، دست طلب برای کمک های نقدی و غیر نقدی و تسلیحاتی دولت خود مختار کردستان عراق به طرف غرب دراز بشه و دریافت کنه. انسان ها قربانی معاملات سیاسی. چه کسی مسئوله آقای دوشوکی؟ بله، واقعیت اینه که موضوع کردستان عراق یا اصلا شمال عراق که داعش به اونجا حمله کرده مسئله پیچیده‌ای هست و این فرمایشات جناب‌عالی در مورد عملکرد یا عدم عملکرد دولت اقلیم کردستان بحثایی رو به وجود آورده. واقعیت اینه که داعش یک گروه بقیده من وحشی ما قبل تاریخ، اینها قبل از اینکه بیان یزیدی ها رو بکشن جنگ اولشون با خود القاعده بود، یعنی با جبهت النصره در سوریه بود و جبهت النصره یا القاعده هستن. شما وقتی گروهی رو سراغ دارید که القاعده رو میکشه به خاطر اینکه نه مسلمان درست نیستن، دیگه با غیر مسلمان چیکار میکنه؟ در نتیجه این گروه باید از اول
اجازه رشد نمیافت که متاسفانه با توجه به شرایط منطقه اجازه یافته. اما در مورد نکته این که علمای اسلام در این مورد ساکت هستند، چرا بعضی از علما واقعا ابراز عقیده کردند و گروه داعش رو محکوم کردند در برخی از کشورهای عربی؟ از جمله کنفرانسی بود چند روز پیش در زاهدان که علمای اهل سنت به همراه بعضی از علمای اهل تشیع در زاهدان گروه های تکفیری رو محکوم کردند و گفتن اینها از رده اسلام خارج هستند. در نتیجه خود اهل سنت و علماشون هیچ گونه سنخیتی با جانوران واقعا آدمخواری مثل داعش ندارن، کما اینکه داعش هم چند روز پیش در سوریه بیش از 1000 نفر سنی رو کشت. خب این واقعیت تلخ هست. وقتی اونها حمله کردن به موسل، البته مشکلی که در اونجا بوده اینه که این پیچیدگی قومی و مذهبی بین مردم کرد و همچنین مردم یزیدی یه پیچیدگی خیلی واقعا طولانی و تاریخی است. یزیدی ها علی‌رغم اینکه واقعا انسان های مظلومی هستند که مورد ظلم و ستم بسیار جنایتکارانه داعش قرار گرفتن، اما از نظر عمل کرد و شیوه زندگی و مذهبی خودشون یک فرقه بسته هستند و بعضی از اونها اصلا خودشون میگن که کرد نیستن بلکه جدا هستن. از نظر مذهبی هم یزیدی ها در بعضی موارد در شبیه برخی از اگر نه همه یهودی ها مثل یهودی ها هستن که میگن ما قوم برگزیده خدا هستیم. این اونها معتقدن که خدا اولین انسان هایی رو که بعد از فرشته، 7 فرشته که به وجود آورد یزیدی ها بودن. در نتیجه بین خودشون هم این تفکر وجود داره و حتی خودشون رو بخشی از کرده هم در بعضی از موارد نمیدونن. یک دوم اینه که منطقه‌ای که اینا هستن سنجار و جاهای دیگه بخصوص در این سوی موسل، خب اینا در حیطه اقلیم کردستان نیست و واقعیت اینه که کرده ها میتونستن عملیات بیشتری انجام بدن و از اینها به عنوان انسان یا و حتی به عنوان کرد دفاع کنن، ولی این کار نشد و کما اینکه در بعضی از شهرها کردها ناچار شدن عقب نشینی بکنن. خود کردها ادعا میکنن به خاطر اینکه گروه داعش از سلاحهای برتری و مجهزتری برخوردار بود و اونها ناچار بودن عقب نشینی بکنن و الان که امریکا از نظر هوایی اونها رو محافظت میکنه دوباره شروع کردن. متاسفانه این مسئله بخصوص مسئله یزیدی ها که شما اشاره کردید موضوع پیچیده‌ای در خاورمیانه هست، چون اونجا این تفکر بسیار متعصب در بین بعضی از گروه ها وجود داره. این نکته خیلی جزئی هم که اینجا لازم اشاره بکنم اینی که اگه یادمون باشه موقعی آقای قالیباف شهردار تهران اومد و گفت که نظام ما نظام اسلامی است، ما با غیرت دینی در این در رابطه با تفکیک کارمندان زن در شهرداری، خب ایشون 35 ساله که در حکومت بوده در جمهوری اسلامی، چرا این غیرت دینیش تازه گل کرده؟ نه، این بعد از این که داعش در موسل اعلام کرد که بر طبق فقه صریح اسلام زن و مرد باید جدا بشن، امول قرای جهان اسلام دید اینا از داعش عقب افتادن، بلافاصله اومدن اعلام کردن که نخیر، این حرفی که ما سالهاست داریم میزنیم زن و مرد باید جدا بشن که از نظر اسلامی و شرع اسلام به اصطلاح و گذاشت و ارائه نمونه رفتار و کردار اسلامی از داعش عقب نمونند، به همین دلیل این اعلامیه رو کردن. کما اینکه پیچیدگی آقای دوشوکی صدای منو میشنوین؟ بله بله. ببینید آقای قالیباف به هر حال حرف بی اساسی نزده، درسته شما موافق نیستین، من موافق نیستم، خانم قاسمی و بقیه هم ممکن موافق نباشیم. ببینید از داعش عقب افتادن نیست، شما اشاره کردید که داعش یک گروه ما قبل تاریخه، من فکر میکنم چنین نیست. نمونه داعش، اقداماتی که داعش انجام داده بسیار در منطقه بوده، در همین تاریخ معاصر ایران بسیار بسیار زیاد بوده. در همون منطقه از قضای روزگار کردهای ایزدی که اشاره می‌فرمایید که ترکیبی هست از مذاهب گوناگون و بیشتر به مذهب زرتشتی نزدیک هستن، آیینشون و پرستششون مجموعی از صائبی و یهود و اسلام هست. کردهای
ایزدی بارها در طول تاریخ معاصر در طول تاریخ از طرف عثمانی ها قتل عام شده. یادمون نره مسلمانان عثمانی قتل عامی که از ارامنه کردن دست کمی از داعش نداشت. این یک نکته. نکته دوم، حکومت خود ایران، آنچه که داعش انجام میده بریدن سر هست، گورهای دست جمعی هست و اقدامات همه این کارا. تفاوتش با حکومت ایران اینه که داعش اینها رو جلو دوربین انجام داد. بله. شما آنچه که داعش انجام میده در ایران قانونه. بله. در آوردن چشم قانونه، بریدن دست قانونه، سنگسار قانون هست. آقای قالیباف حق داره تلاش کنه که نظر ابتکار عمل دست داعش بیفته. بله. یعنی شما اگر سنگسار رو اینا یک بار اجازه دادن فیلم برداری بشه به دنیا نشون داده بشه، یک بار در آوردن چشم رو در اهواز این کار کردن، دور از شما، دور از پزشکان محترمی مثل شما و انسانی مثل شما، پزشکی هم ناظر قضیه در اختراع این دستگاه و تولید دستگاه در آوردن چشم همکاری کردن. یعنی آقای قالیباف حق داره. آقای نه، من با شما موافقم. بحث من اتفاقا این مقایسه بین داعش و عملکرد جمهوری اسلامی بود. یک نکته دیگری رو هم که من اینجا لازمه اشاره کنم برای آگاهی بینندگان، و نمیدونم شاید شما و خانم قاسمی همینو نمیدونید، و اون اینه که این قضیه گروهای مثل یارسان یا اهل حق در کردستان که بیشتر در کردستان ایران هم هستند و در عراق هستند، یا گروهی مثل یزیدی ها در بلوچستان هم، ما یک گروهی داریم که به نام زکری یعنی ذکر میکنن. اینها الان تعدادشون بین 700 هزار تا 1 میلیون نفر هست و حدود 60-70 سال پیش متاسفانه همین کاری رو که با گروه های کوچک مذهبی میکنن در بلوچستان، خود ما بلوچا برحله اونا کردیم و تعداد زیادی رو کشتن به خاطر اینکه مسلمان واقعی نیستن و پیغمبرشون رو یک کسی دیگه به نام ابراهیم مهدی کردن، و این ذکری ها ناچار شدن از بلوچستان ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر فرار کنن و الان بیشتر اونها در بلوچستان پاکستان هستن، بخصوص در کراچی، و تعدادشون هم من دقیق نمیدونم ولی حدس میزنم بین 700 هزار تا 1 میلیون باشن. یعنی در بین خود ما این مشکل در بین خود ما ایرانیان هست، خود ما انسانها هست. ما همیشه میایم جلو تلویزیون میشینیم و داعش و غیره رو محکوم میکنیم، ولی واقعیت اینه که این تعصب، این عدم تحمل دیگراندیش و دیگری در ما وجود داره، و بخصوص این قرائت بسیار خشن از اسلام در سراسر اون منطقه وجود داره، و ممکنه که هر کسی رو، هر کس این شعله آتش خشم و تعصب و عدم تحمل و بردباری ممکنه دامن هر کسی رو بگیره، کما اینکه در جنگ‌های قومی و مذهبی اتفاق میفته. به همین دلیل فقط میخواستم به خدمت بینندگان شما و شنوندگانتون برسونم که متاسفانه این فرهنگ عدم بردباری در تمام اون منطقه هست و همه این کار رو میکنن. شما در مورد مسئولیتی که اقلیم کردستان عراق داشت، متاسفانه در مورد بلوچستان، روشنفکرانی مثل ما هم که هم مسلمون هستیم هم به علمای خودمون احترام میذاریم، ولی واقعیت اینه که تا اونجایی که به یک اقلیت کوچکتر یعنی مثل زگری ها در بلوچستان این موضوع پیش بیاد، در مقابل حق و حقوق اونها، حتی حق حیات اونها سکوت میکنیم، و این یه مقداری تقصیر از خود ما هست. در مورد داعش هم به همین صورت، من خودم در مورد گروه های تکفیری در سیستان و بلوچستان بدون تعارف، چه جندالله در گذشته، چه جیش العدل، چه جیش النصر، همیشه شیوه و رفتار و تفکر تکفیری اونها رو محکوم کردم بدون تعارف. و این وظیفه همه انسان ها هست که اول به عنوان انسان با اون نگرش انسان محور هر گونه عدم بردباری رو تحت نام هر چیزی، سنت، شریعت، اسلام، دین، باید محکوم کنن و اجازه ندن که دیگری بر دیگری ظلم و تعدی بکنه. امیدوارم روزی چنین باشه و انسان‌ها به یک دیگر به سر حقوق یک دیگر تجاوز نکنن. خانم قاسمی، تفسیر شما رو میشنویم. بله.
آقای چالنگی، ضمن این که منم حرفای شما رو تایید می کنم و همچنین آقای دکتر دوشوکی که بعد تصحیح کردن، یعنی بیشتر توضیح دادن، من به عنوان یک در واقع ناظر و یک خبرنگار، نه خودم کارشناس خاورمیانه و نه تحلیلگر امور منطقه می دونم، ولی به عنوان یک ناظر اکتیو و فعال میگم که ما اگه نگاهی به منطقه بیندازیم، یعنی من نقش جمهوری اسلامی رو که میخوام ببینم، ما تا قبل از انقلاب 1357 اصلا گروه های تروریستی اسلامی به این شکل هیولایی در منطقه نداشتیم و میدونیم که بعد از انقلاب اسلامی این گروه ها چقدر امکانات تسلیحاتی گرفتن و پشتیبانی های سیاسی و مالی و غیره، و از جمله حزب الله، حماس، نمیدونم القاعده و آخریش هم که همین داعش هست و گروه های دیگه. ولی من اینجا خیلی دلم میخواست که زمان داره تموم میشه، بیشتر اون مسئله زنان و کودکان که واقعا همه ما میدونیم که همیشه آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، که چقدر در این جنگ داخلی در عراق و سوریه اینها مورد ستم و یعنی کلمات، فرهنگ، لغت واقعا معذور از پیدا کردن بلایی که بر سر زنان و کودکان میاد و زنان مسیحی و اقلیت‌های حتی مسلمان، اقلیت‌های مسلمان دیگری، خیلی وحشتناک. واقعا بخواهیم از جامعه بین المللی که به کمک این زنانی که میلیون ها آواره ما داریم، آواره زن، کودک، مرد در ترکیه، در اردن و در کشورهای جوار سوریه و عراق داریم که در وضعیت بسیار اسفناک خرید و فروش میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، دست اعضای بدنشون به فروش میرسه، کودکان، ما حتی شاهد اعدام کودکان هستیم. همون جوری که آقای چالنگی گفتن، این جنایات قبلا هم صورت میگرفت، ولی در اون زمان نه دنیای ارتباطات انقدر وسیع بود و نه کسی، حتی جمهوری اسلامی تمام این جنایات را به نوعی انجام داده، ولی نه اجازه داد فیلم برداری بشه، حتی اگر خبرنگاری به محل سنگسار رفت، خود اون خبرنگار دستگیر شد و به زندان افتاده شد و یا فرار کرد. کم کم به پایان این برنامه میرسیم. این نظریه وجود داره که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چه که بیداری اسلامی خونده شده توسط کسانی مثل آقای علی اکبر ولایتی و بقیه در منطقه آغاز شد. البته حرکت خاموش حسن البنا، اخوان المسلمین بود که به نتیجه نرسید، اما انقلاب اسلامی باعث امیدواری در میون گروه های مسلمان شد برای تصاحب قدرت سیاسی در منطقه. این نظریه ای است. در کنار این نظریه البته این سخن هست که سیاست اشتباه خارجی آمریکا در جنگ سرد که سرانجام به بسیج نیروهای اسلامی در برابر شوروی انجامید، این هم یکی از زمینه‌های دیگه فراهم شدن امکانات برای گروه‌های اسلامی بود و فعال کردن ویروس‌های خفته در منطقه به وجود آمد. نظریاتی هست، امیدواریم روزی بتونیم در برنامه‌ها به این موضوعات بپردازیم. اما امروز دوشنبه خاک سپاری فرزند گرامی پیکر، فرزند ناصر محمدی عزیز هست، همکار ما، میهمان برنامه تفسیر خبر، روزنامه‌نگار ایرانی. ساعت پیش پیکر فرزند او در انگلستان به خاک سپرد. مطمئن هستم خانم قاسمی، آقای دوشوکی نیز در ابراز همدردی با آقای ناصر محمدی گرامی و خانواده او با من همراه هستند. بله دقیقاً، اجازه بدین منم از همین جا واقعا صمیمانه نهایت تأثر و تأسف خودم و خدمت آقای ناصر محمدی، همکار عزیز رسانه‌ای ما و یکی از برجسته‌ترین تحلیلگران ما، تسلیت بگم و ما رو در غم خودشون شریک بدونن و آرزوی صبر و برباری و سلامتی برای خودشون و خانواده‌شون دارم.
من هم واقعا مراتب تسلیت خودم رو به آقای محمدی و خانوادهشون عرض میکنم و امیدوارم که این غم آخرشون باشه. به پایان این تفسیر خبر میرسیم با این آرزو که روزی روزگاری نچندان دیر و دور هیچ خانواده‌ای غمگین نباشه و عزیزان همه خانواده ها تندرست و شاد و سلامت باشند و گذر عمر و اونگونه که طبیعی هست به سر آورند با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری و کوهساران منگشت الوند کوه زرد کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد.